گزارشی داشتیم در مورد یک گروه جدیدی که در ایران اعلام موجودیت کرده. به طور کلی جناب آقای دکتر، یک همچین گروه هایی، اولا بفرمایید که نکته برجسته در مورد این گروه چیست به نظر شما، و به طور کلی در چارچوب رژیم کنونی با توجه به اینکه تشکل های مستقل وجود نداره و جلوگیری میشه از چنین گروه هایی و به هر حال فعالیت های این گروه ها، آیا امکان داره که اینها بتونن به اهدافشون برسن؟ بله، اولا با سلام به همه بینندگان عزیز. انتخابات در ایران یک فرصتی رو ایجاد میکنه که حرفایی زده بشه که در حالت عادی گفتنش ممکنه. من میخواستم اولا از طرف خودم و از طرف همه آزادی خواهان و از طرف حتی خب اتحاد جمهوری خواهان ایران به این دوستان خب تبریک بگم که جناب عالی هم عضو اتحاد جمهوری خواهان ایران و عضویت سیاسی اجرایش از طرف اونا هم تبریک میگم که این دوستان لب مطلب دموکراسی و حقوق بشر در ایران تونستن مطرح کنن، این شجاعت رو به خرج دادن، آدم هایی هستن بدون سوء پیشینه، پیشینه های خوب، آقای دکتر ملکی، آقای دکتر زعیم، آقای ادیب برومند، و مسئله جدای دین از حکومت رو که مهمترین اصله این دموکراسی مدرن رو دارن ترک کنن. باید توجه داشت که این در چنین فضایی مطرح شده و من همینجور که گفتم امیدوارم که بتونم به کارشون ادامه بدم. پرسشی که در مورد جنبه بعدی این حرکت هست، بله، من فکر میکنم جامعه ایران جامعه‌ایه که از مردم بنگلادش هم باسوادترن، هم سابقه تاریخشون بهتره، هم مسئله زن از دوران مشروطیت به بعد بهتر بود. این جامعه باید معیارهای سیاسیش از اونجا بالاتر باشه. چند ماه پیش در اونجا انتخابات آزادی برگزار شد که یک زن به نخست وزیر انتخاب شد. این معیارهایی که ما امروز جامعه مدرن ایران به دنبالش خواهد بود و این مبارزه ای که دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره و مسلماً این حکومتی که در قرن 21 به این صورت حقوق مردم رو پایمال میکنه توان نظری نخواهد داشت که بتونه در مقابل این موجی که در دنیا به وجود اومده بیاد. آقای دکتر، در صحبتی که فرمودید اشاره کردید که شاید این نخستین بار باشه که این موقعیت ایجاد شده که این گروه ها بتوانن یک همچین چیزهای رو مطرح بکنن. باز میگردم اگه اجازه بفرمایید به سوال قبلیم، در چارچوب این نظام با توجه به ولایت فقیه و با توجه به این که مقام رهبری هر سه قوه رو تحت نظر داره، آیا امکان یک همچین چیزی وجود داره به اهدافشون اینها برسن؟ و همچنین صاحب نظران سیاسی معتقدند که اصولا جنبش ها و گروه ها اتحاد با هم ندارن، متفرق هستن و این یکی هم از دلایلی است که نمیتونن به هدف برسن. اون روزی که در ایران دموکراسی برقرار بشه، حقوق بشر و جدایی دین از حکومت، این پایان عمر رژیم جمهوری اسلامی و ولایت فقیه. ولی این یک روند گام به گام، روندی نیست که یک شبه بیاد و همونطور که خودتون به درستی فرمودید این از طریق سازماندهی جنبش‌های اجتماعی صورت میگیره. و این اتفاق دومی که در این انتخابات شده اینه که مردم اومدن مطالبات خودشون طرح کنن. دو ویژگی دارین انتخابات، یکی مطالبه محور، یکی پرسش محور. تمام این به اصطلاح نامزدها رو در مقابل پرسش‌های واقعی قرار دادن. اگر نظر بنده رو بپرسید که آیا من در این انتخابات شرکت میکنم یا نه، من شرکت نمیکنم، چون استانداردهای بین‌المللی به گونه است که این انتخابات برای من نیست. اما یک واقعیتی رو هم باید گفت، واقعیت این است که اون کسانی که به هر دلیلی میخواهند شرکت بکنند باید بلد باشند که این ردبندی رو در مقابل بسیاری نامزدها بکنند. باید بدونن که موسوی و احمدی نژاد انتخاب های ولی فقیه هستند. یکی قرار پلیس خوب بازی کنه، یکی قرار پلیس بد بازی بکنه و نباید که بیان و به اینها رأی بدن. ولی در این میان اگر بخوان رأی بدن، مسلمن تیمی که آقای کروبی جمع کرده و همشون زندانی سیاسی این حکومت بودن، مسلمن و با طرح مسئله تغییر قانون اساسی مسلمن گزینه بهتری است، با وجود اینکه هیچ کدوم از این چهار نفر اون آزمون دموکراتیکی که باید به صورت بکنند
نکردند. و با این با توجه این که میفرمایید با توجه به این هستش که به هر حال انتخابات از سوی یک نهاد غیر انتخاباتی و دولتی به هر حال نظارت میشه و صافی اون میگذره، باز هم به نظر جناب عالی باید یک همچین انتخابی مردم متاسفانه اینجوری. ولی من خودم به عنوان کسی که در خارج از کشور نشسته و در شرایط خب به نسبت آزادی به سر میبره، به نظر خودم احساس میکنم نباید به مردمی که شاید یه تغییر کوچکی در زندگیشون این باشه اعلام بکنم که شما شرکت نکنید. بله، این خود مردم هستن که باید انتخاب دارن. ولی به نظر جناب عالی مردم به چه امیدی باید شرکت کنن در انتخابات؟ وعده هایی که قبلا دادن رؤسای جمهوری، یکیشون که آقای خاتمی بود که به هر حال دیدیم اتفاقات بسیار زیادی افتاد، از حمایت مردمی گسترده برخوردار بودن که بعد این عوض شد. آقای احمدی نژاد هم همینطور دیگه جاذبه ای نداره، شعارهاشون به نظر میرسه نتونستن جامعه عمل بپوشونن. با چه امیدی مردم باید شرکت کنن در انتخاباتی که بعد از این که برگزیده شدن اونهایی که خب مردم رأی دادن بهشون، نتونستن خواسته هاشون رو پاسخ بدن، مشکلاتشون رو برطرف کنن؟ دلیلی داره که مردم شرکت کنن؟ مردم باید در انتخابات مشارکت بکنن نه شرکت. ببینید فرصتی داده شده همین پیش اومدن این دوستان آزادی خواهی که در ایران دارن، جنبش زنان ایران از این فرصت استفاده کرده و اومده بسیاری مسائل مطرح کرد. کسانی که تصور بکنند بعد از به اصطلاح 22 خرداد همه چیز خوب خواهد شد، اشتباه بزرگی خواهد کرد. اتفاق بزرگی نمیفته. همیشه که شما خودتون گفتید قدرت رئیس جمهور در ایران بسیار محدوده. بله، ایشون مشکلاتی برای کابینه خودشون هم داشتن. به همین دلیل هستش که ارزش این مشارکت در این انتخابات اینه که بعد از اون ادامه پیدا کنه این مطالبات، این پرسش ها سازماندهی بشه و پیش برده بشه. بله. اگر این اتفاق بیفته این هستش و موفق نامیز خواهد بود. فقط تنها اتفاقی که نباید بیفته اینه که مبادا این بازی رو که ولی فقیه شروع کرده که میخواد یک پلیس خوب و پلیس بد رو بزنه و مردم رو وادار بکنه پلیس خوب رای بدن، موسوی احمدی نژاد، مردم تو این دام بیفتن. نیروهای آزادی خواه بعد حواسشون جمع بشه که اگر به هر دلیل کوچکی میخواد تو انتخابات شرکت کنن وارد این بازی نشن. این بازی بسیار بسیار خطرناک. بله، و جناب عالی میفرمایید که در چارچوب همین رژیم به هر حال تحولات بسیاری شاید در همون بله همین قدرت ولی فقیه. به نظر من مردم باید بدونن که از در این انتخابات ولی فقیه باید ضعیف بیرون بیاد و یعنی ایشون اخلاقشون بوده که کنار میشینن و میگن به به این چه دموکراسی در ایران هست که مردم انتخاب کردن، اینها به موقعش هم وارد میشن از طریق سه قوه‌ای که نظارت کامل درش دارن میان و از توسعه سیاسی به اصطلاح جلوگیری میکنن. این همون کاری بود که آقای خاتمی بهش دچار شد و بله آقای دکتر. به طور کلی به هر حال در جوامع آزاد در کشورهای مختلف انتخابات رو منحصر به فرد شاید باشه در ایران، برای که خود مردم مستقیما انتخاب نمی کنن این نمایندگان کاندیداها رو، و در جوامع آزاد به هر حال مردم در امور انتخاباتی هم نظارت دارن. یک همچی چیزی نیست. این رو به هر حال خب بعد این گرلیه که به سبزم آراسته شده. یعنی نه تنها چهار نفر رو میارن میگن از بین این چهار نفر انتخاب بکنید و امکان نمیدن که نیروهای آزادیخواه واقعی و نیروهای لایق از نظر مدیریتی، چون فراموش نکنید هیچ کدوم اینا به نظر من لیاقت مدیریت ندارن و ما رو وادار میکنن که بین مثلا آقای احمدی نژاد و آقای موسوی و غیره انتخاب کنیم. این خب بله این بحث دومه که نظارت هم وجود نداره که حالا در دعوای بین خودشون چگونه اینا عمل خواهند کرد، چند تا صندوق بیرون میارن، آیا آقای کروبی هم دوباره شب بره بخوابه صبح ببینه از نفر دوم شده نفر سوم. خب اینا مسائل داخلی حکومته. ببینید یک بیماری هایی هست که این بیماری ها رو با چیزهای خوب درمان های اساسی لازم داره، با اینجور کارها احتمالا خب درمان نمیکنه. پرا سپاسگزارم آقای دکتر امین حسینی.